نام خداوند جان و خرد. برنامه ویژه سال 1390 با نام نامی ایران شروع کردیم. یادم نمیره که تحقیقا 30 سال پیش برای اولین بار در خارج از وطنمون برنامه تحویل سال رو در آمریکا داشتیم. در اون موقع که برنامه رو در لس آنجلس تهیه و پخش کردیم تعداد انگشت شمار بود و واقعا آدم باور نمیکنه که الان در تمام نقاط جهان میتونن این برنامه رو ببینن. بعد خدمتتون بگم که در این 30 سال سعی کردیم برنامه نوروزی رو دنبال کنیم و هر سال، حالا تحویل سال یا بعد از تحویل سال یا پیش از تحویل سال، برنامه نوروزی برای شما تهیه کردیم و امسال هم که برای اولین بار در تلویزیون اندیشه در خدمت شما هستم. خدمتون باید بگم که همه تلویزیون ها و رادیو ها کارشون درست، برای که من اینجا نشستم که انتقاد بکنم، ولی بگم این تلویزیون نسبت به تلویزیون‌های دیگه به من اجازه داده که آزادی بیشتر داشته باشم. دلیلش هم فکر میکنم آقای مهندس نادر درمانیه که 6 سال پیش این تلویزیون رو تأسیس کرده و ادامه داده و چند صد هزار دلار یا چندین میلیون دلار تا حالا خرج کرده که این تلویزیون مردم رو آگاه‌تر کنه و هموطنان عزیزمون در داخل کشور آگاه‌تر بشن. دلیلشو پرسیدم شما چرا این کار رو میکنید؟ گفتن من به اون مملکت بدهی دارم، من در اونجا تحصیل کردم، به همین جهت دوست دارم مردم وطن ما در داخل کشور خارج از کشور آگاه تر بشن. من به نوبه خودم
از ایشون متشکرم. گفتم که 30 سال پیش این برنامه رو شروع کردیم، برنامه نوروزی رو، یادم نمیره که سال دوم 3 تلویزیون در آمریکا شروع به کار کرده بود، تلویزیون 4 در راه بود. دومین برنامه نوروزی ما که 29 سال پیش بود، یک قسمت شما برای شما، یه دقیقه برای شما نشون بدم. تمنا میکنم. سلام گرم و تبریکات صمیمانه من و همکارانم در سیمای آشنا رو بپذیرید و امیدوارم که سال آتیه، سال 1361، برای همه هموطنان در هر کجا که هستند سال پربار و پر امید و پر موفقیتی باشه. در اولین برنامه باید خدمتتون بگم که تلویزیون 4 هم در جنوب کالیفرنیا شروع به کار کرده. به تهیه کنندگان و کارکنان و هنرمندانش تبریک میگم. همینطور تبریک میگم به برنامه اول و سوم تلویزیونی در جنوب کالیفرنیا. و امیدوارم سال آتی این موقع به برنامه 68, 69, 70, 71 و 72 هم تبریک بگم و امیدوارم که سال آتی در این موقع هر مؤسسه، هر فروشگاه و هر بازارچه و تیمچه یک برنامه تلویزیونی در کانال 18 داشته باشه و انقدر برنامه های فارسی زبون زیاد بشه که تمام کانال 18 و کانال های دیگر رو با زبان شیرینی فارسی برنامه تهیه کنه. و مثل که خدا به خواسته من جواب داد و تعداد ممکنه از 68, 69, 70 هم بیشتر شده. به نظر من تلویزیون اگر آگاه بکنه و خبررسانی بکنه خیلی مهمه. چرا کار ما خبررسانی، تعیین تکلیف نیست برای کسی کردن. تقریبا زمان آقای خاتمی بود که بله در تیر ماه بود که در وطن عزیزمون تعدادی از روزنامه ها رو تعطیل کردن، مجلات رو تعطیل کردن و رادیو تلویزیون ایران هم خبرها رو نمیداد و یه برنامه رادیویی در اینجا بود 1 ساعتی که به ایران میرفت. من بعد از اون برنامه نیم ساعت رفتم برنامه اجاره کردم. همونطور که آقای دورمانی فکر میکنن، من هم فکر کردم من به اون مملکت، به اون ملت بدهی دارم و سعی کردم اون نیم ساعت رو در اختیار مردم بذارم فقط برای خبررسانی. جالب اینجا بود که یک کسی از همدان زنگ میزد میخواست ببینه در دانشگاه تهران چه خبره. فکر کنید یکی از همدان زنگ بزنه به لس آنجلس و درباره دانشگاه تهران بپرسه و یکی از مازندران زنگ میزد سوال میکرد. در صورت این کار رو ما در اون موقع کردیم و در همون سال فکر ما این بود که یک برنامه تهیه بکنیم که این برنامه بیشتر فرهنگی باشه، هنری باشه، اجتماعی باشه، مردم رو آگاه بکنه و باور کنید که در برنامه نوروزی ما که 15 سال پیش بود در حدود 600 تا 800 هزار نفر در آمریکا نگاه کردن. این آماری که کانال اجرا به ما داد، چون 12 هزار نفر به ما زنگ زده بودن و بد نیست که یه تیکه از اون برنامه، چون نمونش نمونه 7 سینه دیگه، یه تیکه از اون برنامه رو ببینیم. این برنامه 15 سال پیش.
بله خدمتون باید بگم که سال 1390 که در خدمتون هستیم از دوستان عزیز دعوت کردیم که یه دو ساعتی در خدمتون باشیم. امیدوارم سال پربرکتی برای همه شما باشه. و یکی از میهمانانی که دعوت کردیم در درست 3 ماه پیش در شب یلدا در خدمتشون بودیم و در اون موقع صحبت کردیم، گفتیم که خب مثل که ما شبهای ویژه باید از شما دعوت کنیم، شب یلدا تشریف آوردید باید نوروز هم در خدمتون باشیم، چرا که این هموطن عزیز خانمی فعال در وطن عزیزمون تحصیل کردن، در اونجا دانشگاه رفتن و شغل شریف پزشکی رو دارن و وقتی به اینجا آمدند علاقه شون بیشتر راجع به پزشکی بود، در اونجا مشغولن، در کار ژنتیک تخصص دارن، ولی تنها پزشکی که من میشناسم کار رادیو تلویزیونی میکنه و در ضمن خیلی هم خوب شعر میکنه. خیلی خوشحالم معرفی کنم خدمتون خانم دکتر ماندانا زندیان. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. منم از شما سپاسگزارم. سال نو شاد باشه به شما، به بینندگانتون، همه مردم عزیز ایران. خیلی متشکرم. برای مهمان عزیز دیگری که در برنامه هستند فکر کردم که خب ما در خدمتشون بودیم و هر دفعه من در خدمتشون بودم واقعا لذت بردم. یک استاد به این بزرگی که همه افتخار میکنن به شاگردی ایشون و خب من در برنامه‌های مختلف ازشون دعوت کردم و جالب اینجا بود که سال گذشته برای جشن تولدشون رفتم به موزه لس آنجلس و فکر میکنم کسی که بخواد درباره ایشون صحبت کنه یکی از شاگردان خوبشونه. خیلی خوشحالم که معرفی کنم آقای مهندس امانت. به آقای مهندسی اون که چه رول مهمی در آموزش معماری در ایران دارن و البته اصلا سنت کروکی کردن کاری که ایشون به دانشکده ما آوردن، الان تو دانشکده های ایران همه این کار رو به عنوان یه قسمتی از برنامه قبول کرد. قسمت مهم دیگری که من اینجا عرض کردم این بود که آقای مهندس اولین کسی هستن که نگاهشون به سنت معماری ایران، اولا توجه کردن به سنتی که فراموش شده بود به خاطر در حقیقت ورود تکنولوژی غرب، به خاطر تغییر وضع اجتماعی ایران، به خاطر اینی که عده زیادی به سرعت شهرنشین شدن، همه این حرفا. این معماری اصلا فراموش شده بود. آقای مهندس کسی بود که به زیبایی‌ها و اهمیت میراث فرهنگ معماری ایران توجه کرد و اولین نمونه کاری که ارائه داد یک نوع برداشت مدرن از یک کار قدیم معماری ایران بود و راهنمونی راهی شد به آرشیتکتای آینده ایران که هر چقدر که معماری مدرن و این در حقیقت سبک اینترنشنال یا بین‌المللی وارد سرزمین ایران بشه که خواهد شد، همیشه اقلیم ایران، سنت معماری ایران، هندسه اون، تناسبات فضاییش، ارتباطش با مقیاس بدن انسان، نور، آب، اینا همه مسائلیه که تو معماری ایران خیلی مهمه. هیچ وقت هم این جواهر معماری ایران از بین نمیره حتی اگر آخرین استیل‌های معماری به ایران بیاد. به این ترتیب ایشون چون اولین کسی بودن که این توجه رو کردن شایان تقدیر هستن و باید ذکرشو کرد. خیلی متشکرم آقای مهندس امانت.
همه دیگه میشناسید، ایشون آرشیتکت شهیاد، اون ساختمانی که سمبل تهران هست. در صورت من فکر کردم بهترین شبیه که از آقای مهندس عبانت بخوایم که استاد خودشون رو معرفی کنند. خیلی خوش آمدید استاد سیهون. من شما لطف فرمودید که من در رو افتخار دادید. آقای مهندس سیهون، من هر موقع در محضر شما بودم واقعا لذت بردم، هم یاد گرفتم، هم چطور میشه یک نفر بشینه صحبت کنه و اینقدر شیرین صحبت کنه و اینقدر کسانی که میبینن دوباره بخوان که ایشون رو دعوت کنن به برنامه. دلیلش چیه؟ والا بنده نمیدونم. خیلی متشکرم از شما. باید خدمتون بگم که من با اشخاص مختلفی در این شهر لس آنجلس آشنایی دارم، ولی یکی از اون اشخاصی که فعالن در ضمن کارهایی که کردن، میدونید من واقعا لذت ببرم یک کسی که وقتی زمام امور رو در دست میگیره به بهترین وجه کار رو انجام میده. چندین بار دیدم ایشون نه تنها میتونن یک گالریدار خیلی خوبی باشن، یک تهیه کننده، یک کارگردان، یک گوینده. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت مریم سیهون هستیم. خیلی خوش آمدید. درود به شما، درود به ماندانای عزیزم و سپاس از اینکه من قرار نبود اینجا باشم. خیلی سورپرایز به زور بابا قیافه عجیب غریبی دارم. درود به بینندگان برنامه‌تون و به همه ایرانیان عزیز، نوروز رو تبریک میگم و امیدوارم سال خوشی پر از صلح و صفا و تندرستی براشون باشه. خیلی ممنون و متشکر از اینکه تشریف آوردید. خدمتتون بگم که برنامه‌های مختلفی هست. امروز نگاه می‌کردم در تلویزیون‌ها برنامه‌های متفاوتی بود، هر کسی به سلیقه خودش یه برنامه تهیه می‌کنه. باید بگم که اینو حتما شما بهتر از من می‌دونید که نوروز مربوط به همه ایرانیانه و اجداد ما دست ما سپردن و ما باید زنده نگه داریم. به همین جهت 30 سال پیش من با چنگ و دندون سعی کردم که این برنامه رو تهیه و پخش بکنم و ادامه دادم. و چند سال پیش آقای دکتر رضا ناروند اینجا بودن، صحبت کردیم درباره نوروز. ایشون صحبت از این بود که یک کار بسیار زیبایی درباره نوروز و درباره کوروش درست بکنن و اگر اجازه بدید یک قسمت کوچکی برای نمونه کار به ما دادن که پخش کردیم. نمونه اشانتیون سامپل به قولی آذربایجان بیاز گویاخ گراخ ندیسن، این قسمت با هم ببینیم، برگردیم و با هم صحبت کنیم. تمنا میکنم.
منم کور و شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و آکاد، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و آکاد، شاه چهار سرزمین، پسر کمبوجی شاه بزرگ، شاه شهرنشان، نواده کوروش، شاه بزرگ از شاخه شاهنشاهی جاویدان. چه دودمانش خوش چینه، اهورا مزداست و فرمان روایش بر کشور دلهاست. در آن هنگام که پیروزمندانه و با آرمان نیکخواهی مردمان پای بر دروازه‌های بابل نهادم، جای خود را در دل ایشان گشودم. بله، این کار آقای دکتر رضا ناروند بود. آقای دکتر رضا ناروند در دانشگاه تهران فعال بودن. هر کسی که در رشته موسیقی بود و کارهای موسیقیایی میکرد با اسم رضا ناروند آشنایی کامل دارن. و این جالبه که روی نصر این آهنگ گذاشتن به این صورت و امیدوارم که این کارشون تمام شه. البته یه همچین کاری احتیاج به کمک هست و امیدوارم که هموطنان عزیز در هر کجای جهان هستن دست به دست بدن یه همچین کاری روی صحنه بره. بله، صحبت از دانشگاه کردم. آقای سیهون، چرا با هر کی من صحبت میکنم میگه که من شاگرد آقای شما چند تا شاگرد داشتی؟ خیلی زیاد بودن. آخه من مگه ممکنه که آدم با هر اکثر آرشیتکتایی که من صحبت کردم یا در بعضی هم نبودن میگه حالا شما باید یه چیزی یک کلوی به من بدید که هر کی سوال کرد یه چی سوالی بکنم که بیدم تست بزنم. میدونی مثل تست میزنن که رنگ عوض میشه که بیدم این شاگرد فکر میکنم خدمتون عرض میکنم. بله، در حد بچی کار باید کنم. من گفتن که شاگردشون بودن، بعد همه رو بناها رو غلط گفتن. شما چطوری شاگرد شدید؟ ولی شاگرد خوب شما آیه مهندس امانت بودن که من اون شب یادم در جشن تولد شما که در موزه بودیم، من برنامه رو داشتیم نگاه میکردیم اینا، من به سرعت رفتم با ایشون سلام علیک کردم، اونجا دوربین رو آوردم و با ایشون گفتم میخوام چند کلمه شما صحبت کنید که ایشون
بزرگواری کردن و صحبت کردن که من اونو دوست داشتم. ایشون از شاگردای خوب شما بود. بله. این کارهایی که شما کردید که در برنامه گذشته صحبت کردیم، مثل آرامگاه بو علی سینا، آرامگاه خیام، آرامگاه نادرشاه و کارهای دیگه، آیا شاگردان شما رفتن که یه همچین کارهایی رو ادامه بدن؟ آره، من ندیدم. بله، یه جای تأسفه، برای اینکه ایران یه منبع بزرگ معماریست. بله، و هر گوشش رو که نگاه بکنید ببینید که یه چیز تازه ای توش هست، و این رو از این چشمه در حقیقت یا از این منبع باید توانایی رو داشت و خاص رو داشت و اون عشق رو داشت که برداشت بکنه انسان، و میشه، خیلی چیزا میشه ازش در آورد. یادم میاد که یک سالی موقعی که من مسئول دانشکده بودم، در از پاریس من در دعوت کردم در نظام معماری اونجا یک سخنرانی بکنم. من بهترین چیزی که به نظرم رسید، من اسلایدهای خیلی مفصل داشتم از ایران، چیزهایی که کسی آشنایی نداشت، چاپ نشده بود توی کتاب ها، اینا رو پیدا کرده بودیم و یک کلکسیون خیلی خوب از اینا داشتم. و اون موقع هم درست زمانی بود که بحبوحه تحول معماری از نظر مدرن بودن در فرانسه بود. خیلی جالب، و یکی از سمبول اون زمان رو یک معماری به نام لو کوربوزیه اسم برد. خب تعدادی از کارهای لو کوربوزیه رو بندگی را آورده بودم و تعدادی از بناهای قدیمی خود ایران رو، مثلا در یزد یک حسینیه‌ای پیدا کرده بودیم به نام حسینیه شاه ابوالقاسم، که این بسته بود، یه حیاط چهارگوش بسته بود که غرفه‌های در دو طبقه و سه طبقه داشت، دو طبقه بیشتر، و صحنه نمایش وسط حیات بود که تماشاچی ها مردا شاید با این خانم بالا یا گاهی اوقات برعکس به تماشا می نشستن. منتها اینجا درست پشتش، چون من خیلی کنجکاو بودم که فقط به نماد اکتفا نکنم، از پشت هم ببینم چجوریه، از پشت یه آب انبار دیدم اونجا با بادگیراش، بادگیرم داشت آب انبارش، یه از خب شهر بادگیراست دیگه، و دیدم که خیلی جالبه، شاید نمای پشتش جالبتر از نمای جلوش بود. این حسینیه، اینو با آب انبار هم از روش کروکی برداشتم، یعنی طراحی کردم، هم اینکه استایل گرفتم. و بعد اینا رو وقتی مطالعه میکردم دیدم که چقدر این شبیه یکی از کارهای لو کوربوزیه است که آنقدر مدرنه. بله. و نظیر این خیلی چیزا پیدا کردم، خیلی چیزا که کارهای مدرن اروپایی تطبیق میکنه، نمیگم الهام گرفته برای اینکه حسین رو ندیده لو کوربوزیه، ولی آدم حس میکنه که این یه پایه و یه اساس قدیمی داره که اونم ایرانه. و این به قدری جلب توجه کرده بود، این تنها نبود، هرچی نشون میدادم که از من خواهش کردن چند تا سخنرانی دیگه هم جای دیگه بکنم. و این خیلی برای ما افتخاره، خیلی افتخاره که ایران یه منبعی باشه که سایرین از این منبع استفاده بکنن و خود ما با کمال تأسف فراموشش کنیم. و این حیفه، صد درصد. این اون چیزی که شما انگشت گذاشتید روش که چرا اینجور شد، من خودم هم میگم چرا. بله. خودم هم برای من اصلا یه معماست. بله. خودم وقتی اون کار شما رو میبینه، کسایی که دیدن، البته من شخصا
خوشبختانه این کارهایی که اسپردم همه کارا ندیدم، ولی بوغلی رو دیدم، عمر خیام دیدم، آرامگاه خیام حضرت میخوام اسم خیام آوردید با نوروز ما خیلی تطبیق میکنه، برای که او در سالنامه خیلی کارا کرده. اصلا مثل که خیام بوده که خیام بوده که گفتن بله 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 چون علم نجوم میدونسته بله بله این ساعت در نجوم خیلی کارا بله کرده بله خیام دقیقاً خیام که اسمش مترادفه بله با این بله لحظاتی که ما الان در درش داریم سیر میکنیم. و همینطور آرامگاه نادرشاه رو دیدم، واقعا آدم میبینه لذت میبره این کارا رو، و من امیدوار بودم که از این کارها بیشتر بشه. البته شما که الان بیش از 30 سال خارج از وطن هستید، فکر کنم شاگردای شما اونا که هی میام به ما میگن من شاگرد سیو بودم بگیری میکردم. بله بله. حالا استاد بین این حرفای جدی که میزنیم، این آقای سارو یادتون جشن تولد 90 شما اونجا بود و در موزه بود، خیلی هم دوندگی میکرد. بله خیلی. الان اون تصویر آقای مهندس امانت هم ایشون گرفته بود بله اونجا، و ایشون هم خیلی تیزبوز میره و کارا رو انجام میده و خوشبختانه بولدوزر مثل بولدوزر به حرف هیچ کم گوش نمیده. یعنی وقتی کار هست همه تعجب میکردن اون روز که کسی روی صحنه نمیده. بله رویشون رفت روی صحنه توی صحنه جلوی صندلی بخواست کلوزآپ رو بگیره. و ایشون به نظر من باید اسمش ماندگار بشه در اینجا، شاید بذارن مثلا در پرانتز وقتی میگن اندیشه اسم سارو رو هم بیارن که تیوی سارو تیوی. اصلا آقای سارو چندین جا در خانه میشه گفت جزء خانواده ما شدن. بله. چون مادر که میومدن ما آمدیم از پاریس به لس آنجلس، ایشون تو فرودگاه بودن و از مادر من فیلم برداری کردن ورودشونو، و بعد از اونم که دیگه برنامه رو با شما و بابا بله و همه خلاصه خیلی وارد زندگی ما هستن و خیلی ما از ایشون ممنون هستیم. و اون روزم خیلی زحمت کشتن و به کارگردان صحنه اصلا گوش ندادن. من هیچ گوش نمیده. شما زحمت نکنید. آقای سارو کارگردان. فکر میکنم اگر گوش بده شاید میگه کارا را نمیفته. یعنی وقتی بهش بگی فلان کار شب تولد رضا بدیعی اومد اونجا گفتش که قریب افشار گفته ببخشید بله، گفتش که چی گفته من نرم اونجا، گفتم والا من که جرأت نمیکنم به تو بگم نرو، گفت نه گفتن هیچ کی اونجا نره، گفتم سارو من نگفتم تو هر کاری میخوای بکن، گفت از تو اشکال نداره. یودی بود ساعت سهر در آورده و تنهایی کسی که رفت اونجا ویدیو گرفت این بود یه دیکتاتوری ما اینجا داریم در لس‌آنجلس برای خودمون. حالا صحبت رضا بدیره کردم، قرار بود که با رضا من تقریبا یه ماه پیش صحبت کردم با آقای بدیعی که امشب اینجا باشه، و ایشون آمادگی داشت که بیاد، و پریشب گفتش که دارم میرم شمال کالیفرنیا به اوکلند و در اوکلند میخوام یک برنامه هست که راجع به آهنگسازای ایرانیه، رفت اونو ببینه که امشب دربارش صحبت بکنه. و وقتی میخواست برگرده ساعت 2 بود به من زنگ زد، گفتش که مثل اینکه بربنگ، فرودگاه بربنگ بستن در اثر بدی هوا باد، بعد گفت میرم از لس آنجلس میام. بعد رفتن به لس آنجلس و میدونید زانوش هم عمل کرده تو از این قسمت برو اون قسمت از این قسمت، در اصل نتونستم. از آریای عزیز خواهش میکنم اگه بتونه تماسی بگیره با آقای بدیعی که شاید باش تلفنی یه صحبتی بکنیم، جاش خالیه چون که صحبت کردیم، حیفه که خب اینجا نیست، ولی باید
ببینیم اون منم به سس از سوریات گرفتم ول نمی کنم که خودش اینجوری سقلا گزارش اون شب باید برای ما بدن این چون بابا هم خیلی دوستشون دارم آقای بدیر رو او ایشون هم دوست سال گذشته دو تا تولد من رفتم یکی تولد شما بود یکی تولد رضا بدیر که دربارش صحبت میکنیم تا آریو بتونه رضا رو گیر بیاره اجازه بدید به یه دونه از کارهایی که سالها پیش فرزین فرهادی کرده بود سرود ایرانو با آلتو ساکسیفون خودش زده بود توجه کنیم چون صحبت از ایران کردیم و وضعیت معماری ایران اینه ببینیم تا اون موقع هم شاید بتونیم با رضا تماس بگیریم باید خدمتتون بگم که در فعالیت میکنیم که آقای رضا بدیر رو روی خط بیاریم حتما خواهیم آورد ولی پیش از این که با ایشون بتونیم صحبت کنیم این صحبتی که کردم آقای مهندسه کن واقعا واجبه یعنی همونجور که فرمودید این همه امکانات هست در وطنمون حالا چیزهای دیگه هست که مثلا من درباره نمد فقط در شما رو میدونم که میشناسم میدونم که نمد چی بهش میگید؟ نمد مالی من کسای دیگه حتما هستن تو این کار ولی نمد رو من دیدم ولی نمدی که من تصاویرش دیدم شما کردید انقدر ظریف انقدر تصاویر زیبا روی اون نمدا بود اینا رو میگم وقتی نمیشه فقط بگه من شاگرد مهندسه هم بودم که یه کاری که ایشون کرده دنبالش رو بگیرید چه مشقاتی چه زحماتی چه ناراحتی های شما داشتید به این شهر به اون شهر به این دهکده به اون دهکده برو و این کار رو انجام بده فقط نمیشه بگی افتخار کنی که من شاگرد سیهون بودم اشتباه میکنم؟ نه کاملا درست این نمد مالی رو هم گید اونم واقعا بنده این کار نمد رو که کردم یک راهی رو باز کردم تا اون موقع کسی به فکرش نرسیده بود که نمد که یک پدیده مخصوص ماست فقط ما کلا نمدی میدونستیم هیچ که در باره نمدی اصلا چی هست الان که من میگم نمد خیلی نمیدونن میگه چی نمد ممکن ندونن کلا نمدی یادشونه بله تو روسته ها اگر برن همین الان هم برید فرش اونا فرششون نمده بله نمدی که با دست درست میکنن خودشون و بافت نیست نمد مالیه در حقیقت بله
که میگن 90 مالی با مالش درست میشه. این تا اون موقعی که بنده به فکرم رسید که اینو یه کار دیگه روش انجام بدم با همین تکنیک، یه فرش کفپوش اتاقای روستایی ها بود و الان هم هست. من فکر کردم این از حالت کفپوشی در بیارم و این یه تکنیک خیلی قشنگ و زیباست که جای دیگه اصلا سابقه شو من در هیچ جای دنیا ندیده بودم. این رو بیاریم روی کار تزیینی و به جای اینکه کف اتاق بیفته و روش را برن روی دیوار نصب بشه و جنبه تزیینی به خودش بگیره و این کار کردم که نزدیک 100 تا نمدهای بزرگ، بله یعنی بزرگ کرد میکنم، بعضی ها 6 متر طولش بود، 6 متر داره. بله بله. مثلا 2 متر همچیزا و فکر کردم که خیلی هم توجه همه رو جلب کرده بود، خیلی زیاد به خصوص اروپایی ها رو. بله بله. که حتی در پاریس هم بعد از انقلاب که رفته بودم یه کارگاه نمدماری اونجا تأسیس کردم. بله در پاریس. بله. که یه سری هم اونجا کار کردیم، منتها دیگه از نظر مشخصات نمد ایران اونا برابری نمیتونست بکنه. بله بله. اون نمد مالای ایران خب کار کشته بودن. بله. برصورت که در پاریس ما نمیتونستیم همچین اشخاصی رو پیدا کنیم. بله. ولی هدف دومم این بود که این کار بعد از من پیگیری بشه جایی و اینو بیارن روی صحنه هنری. متاسفانه اینم من ندیدم هیچ جا. بله. هیچ جا که یه کسی حتی یه کوچیکشو درست کرده باشه روی دیوار ابدا. در اینه ببینید، من البته نمیخوام اینجا با کسی دست و یخه بشن که بگم که هر کسی آزاده هر کاری، ولی وقتی میگی مثلا شما شاگرد فلان استاد هستید که مثلا استاد شهناز که مثلا تار میزنه، باید یک قسمتی از کاراشو بدونید، ادامه بدید، یک کاری بکنید. الان که دارم میگم دلم میسوزه که مثلا روی نمدمالی من برای اولین بار بود دیدم، من تنها چیزی که میدونستم از نمد کلا نمدی بود. بعد که دیدم نقاش کارهای زیبای شما رو دیدم، اون طرح‌ها رو دیدم روی نمد، واقعا لذت بردم و من میدونم که آسون نیست که همچین کاری رفتن به دهات و این کار کردن. آه. کار بسیار مشکلیه و بعضی وقتا میدونید استاد فکر میکنم که شاید خدا منو ببخشه، خدا یا سر سفره هفته نشین منو ببخشه، شاید تو این کارا باید انقدر عشق باشه، ممکنه توش دلار نباشه یا طلا نباشه یا دینار نباشه، باید عشق باشه. بله. این واقعا این نیست. همون واقعا با عشق من کار میکردم. بله. یعنی اصلا خواب و خیال نداشتم جز اینکه اون کاری که اون موقع تو دستم بود این کار رو به بهترین بچه انجام بدم. به همین جهت بود که در برنامه گذشته من گفتم که انقدر من خوشحال میشم که تولد 100 سال شما رو در وطن عزیزمون، من میخوام شخصا یه برنامه باشکوهی درست بکنم، یه ارکستر بزرگی بیارم و در اونجا دونه به دونه از کارهایی که شده بیارم تاثیرش نشون بدم. اینم آره، هر کسی آرزویی داره دیگه. اینه در انشالله 8 سال دیگه است، 9 سال دیگه است. 9 آرزو بر جوانان ابنی. حتما این کار انجام میدم. مثل که دوستان آقای بدین رو روی خط آوردن که اجازه بدید که با سلام و درود فراوان رضای عزیز. سلام عرض میکنم. ما در استودیو در خدمت استاد سیحون هستیم، خانم دکتر زندیان، خانم مریم سیحون هم هستن و صحبت از شما شد. آقای مهندس سیحون خیلی دلشون تنگ شد برای شما، گفتم والا شما هم قرار بود اینجا باشید، ولی بفرمایید که چه شد. من گیر کردم اینجا، توی این آمده بودم من به اوکلند برای این
سیمفونی که اینجا سیمفونی ارکسترا یه کنسرتی داشت میداد، من اومد بودم به دعوت آقای مهرداد آذرمی، ولی برای برگشتنمون تمام هواپیماها رو کنسل کردن. من اینجا موندم و توی گلوم گیر کرد که میخواستم که بیام اونجا و مثل 11 سال گذشته هی مرتب بگم Happy New Year to Iranian. وقتی آقای سیحون اونجاست، خانم سیحون اونجا، من حالا دل من رو شما دارید میسوزونید. ولی در هر صورت شما هستید در اینجا، چون دربارتون صحبت میکنیم و ممکنه که درباره این برنامه جمعه شب برای ما یه چند کلمه بفرمایید. البته این برنامه یک چیزی بود تحت عنوان More Note from Persia. 3 سال قبل یک کنسرتی داشتم به اسم Note from Persia و که به اصطلاح این برنامه رو، این سریال رو شروع کرد. این کنسرت در سالن پارامانت که بیش از 3000 نفر در اونجا جا میگیرن تحت رهبری مایکل مورگان قرار شد. 90% سالن پر شده بود، برای اینکه این دو طبقه از خیلی بزرگه. برنامه ها با کار آقای دوست عزیز آقای احمد پژمان شروع شد، 2 قطعه سیمفونی خیلی قشنگ به اسم Invader and Horseman که مورد توجه تماشاچیان قرار گرفت. بعد از آن کنسرتوی بتهوون این سی ماینر برای پیانو، ویولون و چلو با همراهی ارکستر بود. 3 نفر سلویست ایرانی که واقعا کارشون رو میدونن چیه، با استعداد و عالی این قطعه ها رو اجرا کردن. پیانو رو خانم تارا کمانگر، ویولون مال سیروس بروخین و چلو مال آرش امین. این قسمت خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت، جایی که 2-3 بار اینها رو روی صحنه آوردن با کف زدن و بلند شدن و اینها. بعد از اینترمیشن 2 کار دیگه بود که آهنگسازان جوان ایرانی، اولین آنها یک سیمفونیکی بود به اسم سیمرغ از کارهای آقای بهزاد رنجبران، و قسمت دوم صحبت پرندگان، The Language of the Birds، زبان پرندگان، که آقای امید زوفنون با کمانچه اونو به وجود آورده بودن، با برادرشون آقای امین زوفنون با کمانچه زدند. خیلی کار خوبی بود، با رهبری آقای مایکل مورگان انجام شد. این اوکلند ایست بی سیمفونی با این برنامه ها نشان دادن کارهای کمپوزورهای ایرانی در امریکا درهایی رو برای توجه به استعدادهای خوب ایرانیان و امریکایی های موسیقیدان باز کرده، و در حقیقت 70% پریشب این جمعیت همش امریکایی بود و خیلی برنامه جالب و خوبی دست کار در آمد. خیلی متشکرم رضا جان. البته آقای احمد پژمان که همه خوب میشناسن، با کاراش آشنایی دارن، آقای رنجبران هم همینطور، آقای زلفنون هم که گفتید، دو پسر آقای محمود زلفنون استاد بزرگ هستن و اینا وقتی خیلی کوچیک بودن من دیده بودمشون، الان که حالا خیلی بزرگ شدن. بله ماشاءالله که الان کاراشون رو در به این صورت اجرا میشه. در صورت شما به جای ما دیدید، لذت بردید و متاسفم که نمیتونید اینجا باشید که باتون بیشتر صحبت کنیم، ولی من میخوام از شما یه اجازه بگیرم. خواهش میکنم. اجازه اینه میخوام که چون اگر رضا بدیعی در نوروز ما یه شعر نخونه نمیشه، به همین جهت اجازه بدید که از نوروز گذشته من از آریو بخوام. از توی آرشیومون یه برنامه بود با خانم امید داشتید، من اونو بگم، اونو اگر اجازه میدید ما اونو پخش بکنیم، چون ما بخوایم یه چیزی پخش کنیم باید اجازه بگیریم از شما. خواهش میکنم. بله در صورت بله اونو حتما بعدن آریو. در صورت من از شما خیلی متشکرم رضا جان. بگین ما دوستشون داریم. بفرمایید خودتون صحبت کنید. آقای بدیعی درود به شما، و خیلی ما متاسفیم که شما اینجا نیستین. پدر که عاشقانه شما رو دوست دارن، منم همینطور، و امیدوارم در برگشتتون با همدیگه یک دیداری
دیدار نوروزی داشته باشیم. شما اگه فرمایید. خیلی خیلی ممنون. عید شما مبارک باشه. سال شما مبارک. خیلی تشکر. سال نو شما مبارک آقای بدی. خیلی ممنون از شما. بس شما اجازه دادید که اگر اجازه بدید یه قسمت دیگه هم هست. دو تا قسمت داریم ما اینو بعداً پخش میکنیم که چون میدونید نمیشه، یعنی چطور میگن هفت سین بدون سبز نمیشه، نوروز ما هم بدون رضا بدیعی نمیشه. تو این چند سال از 37 سال پیش ما شروع کردیم، هر سال سعی کردیم از آقای بدیعی اون موقع که رادیو داشتید میکنید. بله 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 بله. در صورت رضا جان امیدوارم که فردا حتما شما رو ببینیم، هوا هم بهتر بشه. اگر فرمایش دارید من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم شما. سلام برسید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حفظ شما. آقای غریب افشود، آقای سارا رو گفتین دیکتاتور بودن، پدرم در مورد بالاتر از خطر دیکتاتور بودن. بله. چون وقتی برنامه‌های بالاتر از خطر ما همه باید سکوت می‌کردیم و میشه تماشا می‌کردیم. و از اونجا علاقه‌مند شدن و می‌بینم که می‌دونید خیلی جالب. بله. اگر میگه که شعر آماده است و اگر اجازه بدید، چون خودش نیست ما خوشبختانه این آریو خیلی تیزه، آرشیو بزرگی داره، با آرشیو ما هم سرکار داره و میتونه کارا رو خوب انجام بده و اینو حتما مال نوروز چند سال پیشه با هم دیگه بشنویم، برگردیم و بیشتر صحبت کنیم. تمنا میکنم. روان شاد باشید. میگه با شاخه های نرگس، شمع و چراغ و آینه، تنگ بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش میبرم. هرچند رنگین کمان لبخند در آستان خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد. شمع و چراغ و آینه و گل انگیزه های شادند، یا خود به قول حافظ مجموعه مراد. اما در این حصار بلورین یک ماهی هراسان زندانی است، هرچند آب پاکش مانند اشک چشم، هرچند در بلورش آوازهای آینه پروازهای نور. در جمع شمع و نرگس و آینه و چراغ، این ماهی هراسان در جستجوی روزنه ای تنگ تنگ را با آن نگاه های پریشان دور می زند و دور می زند، اما دریچه به رهایی پیدا نمی کند. من از نگاه ماهی در تنگنای تنگ بیتاب می شود و از شرم این ستم که بر این کشته می رود، انگار پیش دیده او آب می شود. چون باد با شتاب از جای می پرم، زندانی حصار بلورین را تا آبدان خانه خاموش می برم. آرامتر زبرگ می بخشمش به آب، می بینم از نشاط رهایی در اون فضای باز پرواز می کند. آزاد، تیزبال، سبک روح، سرمست بر زمین و زمان ناز می کند. تا در کشد تمامی آن شهر را به کام، با منتهای شوق دهان باز می کند. هرچند دیوار آب خز بسته، پاشوه ها خراب و شکسته، وان راکد فسرده در این روزگار تلخ دیگر به خاک شیر نشسته، این آبدان اگر نه بلورین، وین آب اگر نه روشن مانند اشک چشم، اما جهان او وطن اوست. اینجا تمام آنچه در آن موج میزند پیوند ذره‌های تن اوست. آه ای سراب دور، ما را چه می فریبی با آن بلور نور. روان شاد و خیلی ممنون رضا جان این انتخاب کرد. چقدر من فکر می‌کنم که اکثر کسایی که الان گوش دادن خودشونو در اون می‌بینن، یعنی الان
من فکر میکردم که مثلا خب من سالها آمریکا بودم، اینجا هم در تنگ بلورین بود. بعد وقتی رفتم به ایران با تمام اشکالات، با تمام ناراحتی ها، با تمام اشکالات، ولی مثل همون حوزی که لجن داشت تو اونجا بودم، ولی احساس راحتی میکردم. این چقدر زیباست، چقدر زمین و زمان ناز میکند و خیلی خیلی زیبا. این فقط احساسی شاعر میتونه اینقدر ظریف بگه که ماهی تو اون آب چی میکشه. بله، خیلی متشکر و چقدر زیبا. آخه بدونید معمولا آقای بدی شعر از قدما میخوندن، از گذشته ها، بعد این بار این خیلی خوب برای بهترین هدیه نوروزی رو شما به ما و بیننده های ما دادید. خیلی خیلی ممنون و متشکر. حالا ما امیدوارم از خانم میخوام خانم که یک کار دیگه برای ما بخونن، فقط با بهار که با بهار باز باشه یا یه چیزی هر چیزی دوست دارید. ببینید من صفحه اول کتابم، من بچه هم ایرانی هم خواهش میکنم خانم، خیلی خوب شد. شعر من بردن تهران و یک آقای گفته که من ممنوع القلم و ممنوع النفسم، برای اینکه تمام از سالی که آمدم آمریکا مبارزه دارم میکنم. بله. که در 22 بهمن پیروز شد اهریمن. بله. و این حرفا اجازه بدین که ایرانو براتون بخونم. خواهش میکنم. دلا گر کوه ها در هم بریزد، اگر که آب از دریا گریزد، سیاهی گر بپوشد روی گیتی، اگر خورشید هرگز بر نخیزد، اگر آتش بگیرد کهکشان ها، ز چشم آسمان ها خون بریزد، اگر کینه شود قانون عالم، تنفر با همه دل ها ستیزد، تو را هرگز نخواهم ترک گفتن، تو ایران منی و هستی من، گلم را با هوای تو سرشتم، به قلبم عشق را با تو نوشتم، اگر گل بوته‌ای سرزد ز شعرم، نهالی بود که از عشق تو کشتم، مرا با هر نفس مثل تو آمیخت، به پودم رشته ها از عشق تو رشتند، عجب نبود اگر گویم از اول، مرا از تو، تو را از من سرشتند، تو را هرگز نخواهم ترک گفتن، توی ایران تو هستی میهن من، تو بنیاد منی و بانی من، توی آبادی و ویرانی من، قمر تازد بر ارکان وجودم، توی تکیه روحانی من، حدود و مرز تو مرز امیدم، توی آزادی وجدانی من، بمانی جاودان ملک ایران، فدایت این وجود فانی من، تو را هرگز نخواهم ترک گفتن، توی ایران تو هستی میهن من. خیلی ممنونم خانم، خیلی متشکر. و من واقعا جالبه که 29 سال پیش که ما برنامه رو شروع کردیم در این گوشه از جهان، بالاخره هر کسی به دلیلی اومده بود، از وطنمون خارج شده بود، اومده بود اینجا و یک کار بسیار زیبایی بیژن سمندر، خدا سلامتش بداره، امیدوارم که حالش خوب بشه، که حالش خیلی بده. خیلی. ولی خانم ببینید کارهای زیبایی کرده، فوق‌العاده است. بله. و کاری که کرده بود که خیلی قشنگ درباره وطن گفته بود، که میگفتش که این خانه قشنگ است ولی خاک وطن نیست. میدونین یه چیزی رو تا همون بایه به نظرم اومد اجازه بدید بگید، خیلی خوشی. خواهش کنم. میگه بشنو آواز مرا از دور ای جانان من، ای گرامی تر ز چشمان، خوب تر از جان من، اولین الهام بخش و آخرین پیمان من، کشور پیر من اما پیر عالی شأن من، طبع من، تاریخ من، ایمان من، ایران من. به به به
نمیتونم چقدر قشنگه. چقدر میگه خون در دل آدم اونجا دفعه به چیز میشه اینطوریه. ولی یه چیزی که من باید خدمتون بگم، قبلا خدمت دوستان میگفتم، گفتم توی کنم تنها جشن شما بهتر باید بدونید که در یک لحظه تمام جهان، یعنی زمستون که تمام میشه، بهار که شروع میشه، همه جای دنیا در یک لحظه جشن میگیرن. و از همه مهمتر، نه دین میشناسه، نه رنگ میشناسه، نه نژاد میشناسه. یعنی با هر کسی که قبول بکنه ایرانی، یعنی بهار و نوروز قبول میکنه، حالا ممکنه خب یه دست هم در تاجیکستان هم الان خب یه موقع، حالا نمیخوام فردا دوباره دست میگه اگه چما میگید ایران بزرگ، تاجیکستان یک کشور دیگه است. خب نه 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 جزمون حالا نمیخوام تصمیم دارو، ولی در تاجیکستان، در آذربایجان، در افغانستان جشن میگیرن، یه قسمتی از هندوستان، قسمتی از ترکیه، قسمت‌های مختلف جهان جشن میگیرن. به ایرانی ها از اون موقعی که به خارج اومدن در تمام نقاط دنیا پخش شدن، همه جا دارن جشن میگیرن. و جالب اینجاست که دارن به غیر ایرانی ها میگن درباره نوروز و جشن نوروز. و الان میبینیم که رئیس جمهور آمریکا، حتی در کانادا، در تورنتو صحبت از روز چیز شده. و این مایک کاندا که ایشون جاپانیز امریکنه، برده به کنگره که این روز به رسمیت در آمریکا شناخته بشه، که همه جا بنویسن که این روز، روز اول بهار، نوروزه. بله، خدمتون بگم که در صورت ما سعی خودمون داریم میکنیم که جای رضا بدیعی رو پر کنیم اینجا، با اینکه نمیشه، ایشون در شمال کالیفرنیاست. واقعا برای بقیه دوستان در نقاط مختلف بگم، اینجا بارون شدید بوده، سیل اومده، برق قطع شده. الان به من گفتن آقای مهندس شجره از تلویزیون پارس با آریو، کاپیتان اتاق فرمان ما، تماس گرفته و گفته که بگید برنامه ما قطعه برای خاطر بارندگی و شدید که برنامه ندارن الان، هرچی زودتر امیدوارم که برنامه‌شون رو شروع بکنن. میدونی چرا زود میدن قطع شده؟ که آخه تا اینجا یکی برنامه‌اش قطع میشه، همه می‌نشستن تو خونه میگن که پولش نداده این زود در اونجا بارندگی شده، سیل اومده، برنامه‌شون قطع شده، دارن سعی میکنن اطلاع دادن که برنامه‌شون، باور نمی‌کنید برید اونجا نگاه کنید. صحبت از رضا بدیعی کردم، اجازه بفرمایید که یکی از دوستان رضا بدیعی، آقای عباس جوامرد، فکر میکنم که ایشون بزرگ مرد تئاتر ایران هستن، یه چند کلمه درباره رضا صحبت کردن در شب تولدشون، توجه کنیم. برمیگرد. از هنرمندان معتقدند و میگویند که هنر دشمن جان ماست و ما در آتش مهر خدایی میسوزیم، یا در آتش مهر خدایی میسوزیم. تصور من این هست که ما از یک جا به دنیا میاییم، در یک تاریخی به دنیا میاییم و در یک تاریخی از دنیا میریم. مهم این هست که این فاصله رو ما بتونیم بهش معنا بدیم و ارزش بدیم. بنابراین زمانی که ما این عمر محتوم رو داریم میگذرونیم، ما نسبت به جامعهمون، نسبت به مردممون، نسبت به تاریخ وظیفه داریم و باید وظیفه‌مون رو ادا کنیم. امشب اگر رضا خودش آن واقعا ایستگاهی که الان پیدا کرده رها بشه، شما میدونید که میبینید که وقتی میاد اینجا لبریز از شعر و موسیقی و بزم و رزم همه چی با هم هست.
در هر صورت من تصور میکنم که رضا در این فاصله آمدن به دنیا و سالهای سال انشالله که زنده باشه تا اون انتهایی که خواهد داشت، تا اینجا بزرگترین ادای دین رو نسبت به مردمش و خواستگاهی که داشته ادا کرده. رضا تولدت مبارک، امیدوارم که سالهای سال زنده باشی. هپی برثدی. متشکرم. We're going to do it right from the top, right from the very top. Because now we're going to record dialogue. Right from the top, right from the top. So, now do you want to see the girls coming, entering? I mean, the only thing I really like to do at this point is, let's do it from top. All the way from okay, up. So why ladies, don't you all go down all and get, be off. We're gonna have to come right up and enter. Have a little water or something, get ready to come and do it again. بگیرای خیلی جالبه. چون این همه خانمای خوشگل اونجا هست، فعلا همه دیگه هم کنه بزنی که دیگه هست. همین اون هست شما درم هست، حتی اینجا شما رو بالا بکنه. اینو برای در چاکل رو کنه، من اونو بعدا برات بگم. آره برای در چاکل. اینو کن جایی دیگه نایی بگم. نه زیر فرمان ما موزیشون این خوش که از دین چیزای پاهای اینا از جا جا چیز کرد. عکس رو هست، اون چیز خوبی شد. ولی اون این رو هم دور بینه خواهد خیلی قشنگ. خیلی خیلی okay, that's okay. Work. Yeah. Do the demo. Yeah. بله، خدمتتون باید بگم که جاش خالیه واقعا. من امیدوارم که هفته آینده بتونیم از رضا دعوت کنیم که بیاد، چون اون ناراحتی که من تقریبا 4 ساعت تو فرودگاه به جای مختلف میرفت که خودشه برسونه متاسفانه نشد. در صورت اینم داستانیش. خانم دکتر زندیان، شب یلدا که در خدمتون بودیم و نوروز، من اقلا سالی 4 تا جشن برای ویژه است. من خواهش میکنم که شما در اون برنامه شرکت کنید و بزرگواری کردید. امروز من میدونم با تمام گرفتاری ها در خدمتون هستیم. شما بفرمایید که نظرتون راجع به، چون خودتون میدونید خانم مریم خانم که ایشون برای روزنامه کیهان می نویسن، در رادیو برنامه داشتن، حالا هم دارن، ولی ایشون با اینکه در علم پزشکی تخصصش چیز دیگه است، ولی علاقمند به این کار رسانه همگانی. چرا؟ راستش بیشتر البته واقعا کار نوشتن انجام میدم تا کار، یعنی البته در یه معنای فراگیر رسانه ها خب شامل مجلات و روزنامه ها هم میشن. تجربه کار رادیویی من یک دوره یک ساله بود که درباره شعر امروز ایران در کنار خانم هما سرشار کار کردم. بسیار هم تجربه خوبی بود، خیلی خیلی خوب بود. ولی خب نمیدونم چرا نوشتن واقعا علاقه اصلی زندگی منه. خیلی دوست دارم نوشتن رو و برای من یک ابزاریه که میتونم باهاش یک گوشه کوچکی از کار فرهنگی گسترده‌ای که در کشور ایران میشه انجام داد رو من هم یک کمکی بهش بکنم. بله. الان با وضعیتی که در پیشه، من میدونم که خانم ها برای روز جهانی زن، من یه برنامه ویژه داشتم که 2.5 ساعت برنامه درباره خانم ها بود و یه مقدارش درباره خانم ها در ایران. بله. شما بفرمایید که با این وضعیتی که میبینیم، آیا سال 1390 سال بهتری خواهد بود در وطن عزیزمون، مخصوصا برای خانم ها؟ من جوابی که طبیعتا نمیتونم داشته باشم. چرا دیگه، اگر شما تلاش نه پیشگویی که نیست. البته مسئله اینه که ما همیشه تلاش کنیم. بل. در
راه رسیدن به اون هدفی که داریم و خسته نشیم. من شخصا همیشه باور دارم که هیچ کاری هر چقدر هم کوچک باشه هرگز هدر نمیره. یعنی هر کاری ما بکنیم ممکنه همین فردا به نتیجه نرسه، ولی یک روزی در یک گستره بزرگی که کارهای دیگر به نتیجه میرسن، اون تلاش کوچیک هم خودش رو یک جایی نشون میده. حالا این صحبت پیش اومد، من از شما یک خواهشی، یعنی یک اجازه میخوام. نوروز، خب همونجور که همه صحبت کردیم، شما هم فرمودید، تقریبا شاید به نظر من حتما نیرومندترین مایه یگانگی ملت ایرانه. یعنی هیچ کدوم از آیین‌های ملی دیگر ما به نیرومندی نوروز نیست برای همه مردم ایران، شاید برای همه فارسی زبانان که حتی غیر ایرانی باشند. و ما کارهایی رو، آیین‌ها و مراسمی رو که در نوروز انجام میدیم، جدای از این سفره بیمانند هفت سین، یک مقداریش هم یک مسائل درونیه. یک باورهایی داریم که اگر کدورتی وجود داره در این روز میبخشیم، اگر کسانی بودن که حضور جسمی بین ما ندارن خیلی به یادشون هستیم، حتی آخرین جمعه سال رو در کشورمون به دیدن جایی که اونها رو به خاک سپردن میریم. من از شما اجازه میخوام، ما در این سالی که گذشت البته عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، ولی شخصا در زندگی من، در زندگی فرهنگی من که مهمترین بخش زندگی منه، در گذشت سه تن از بزرگان فرهنگی ما واقعا بسیار برای من جای خالی داره. یعنی اشخاصی بودن که جدای از این که من اصلا ارتباط شخصی باشون داشتم یا نه، ولی با آنچه که به فرهنگ ما اضافه کردن اونها، من بسیار نزدیک بودم و بسیار قدرگزارشون همیشه هستم. اصلا مهم نیست که، یعنی نه که مهم نیست، ولی این بستگی به حضور فیزیکیشون بودن و نبودنشون نداره، چون بعضی انسان‌ها اصلا نمیتونن نباشن. یعنی بودنشون اصلا با نبودن جمع نمیشه در یک جمله. اول از همه حالا خانم سیحون و آقای سیحون هم اینجا تشریف دارن، خانم معصومه سیحون که واقعا جای عزیزشون خالی و پر نشدنی است. حالا صحبت زن ایرانی رو هم شما کردید، یک خانومی که در یک زمانی که واقعا دشوار بود به عنوان یک زن تنها آدم بلند شه و یک کار که هرگز انجام نشده رو شخصا انجام بده، که اون شروع کردن یک گالری نقاشی در اون کشور بود توسط یک زن، ایشون این کار رو انجام دادن و واقعا همیشه یادشون در قلب من هست. من این بخت بلند رو داشتم به لطف مریم جان که وقتی اینجا برای یک سفری اومدن، واقعا با گشاده دستی مریم جان من تونستم چندین بار به دیدنشون برم، با هم بشینیم حرف بزنیم. ولی همونطور که عرض کردم، مسئله اصلا شخصی نیست، یک مسئله خیلی بزرگتره که حالا من بعدش در انتهای بعد اسم این ستن رو بیارم، بعد حتما اینو میگم. و دیگر آقای دکتر داریوش همایون که چند ماه پیش از دست دادیم و واقعا آموزگار من در نوشتن هستن. ایشون هم اصلا حضور جسمیشون جدا از اون چیزی که به من اضافه کردن و اصولا به نثر فارسی اضافه کردن. و آقای ایرج افشار که چندی پیش از دست دادیم، تاریخ پژوه بزرگ، که این ستن مسلما بسیاری بزرگان دیگر فرهنگ و ادب رو از دست دادیم، ولی این ستن اون چیز مشترکی که دارن که من خیلی قدرگزارشم. و داشتید شما می‌فرمودید درباره شاگردان استاد سیحون و اینکه آدم شاگرد کسی اگر خودش رو میدونه، درست ترین راهی که این رو نشون بده این هست که اون چرا که آموخته تا اونجایی که در توانشه بتونه ادامه بده. این ستن که در گسترهای مختلف هم کار کردن، برای من یک درس مشترک داشتن و اون این بود که اینها یک امر عمومی رو جایگزین یک سود شخصی در زندگی کردن که اون ایده ایران بود. یعنی خانم معصومه سیحون نقاشی خودشون رو فدای بالا کشیدن دست نقاشی جامعه ایرانی کردن. آقای دکتر داریوش همایون تمام زندگی خودشون رو گذاشتن برای اینکه فرهنگ سیاسی ما رو از اون خشونت و خودی و ناخودی که آلوده بهش بود همیشه کمی پا
پالوده کنن و یک فرهنگ سیاسی انسانی تر و با اخلاق تر ایجاد کنن برای همه ما. و آقای ایرج افشار هم که با اون تاریخ پژوهی که کردن، فقط یکی از آثار آقای افشار کتابی دارن به نام فرهنگ ایران زمین که فکر میکنم 6 جلده. ایشون 40 سال وقت گذاشتن و در این 6 جلد عناوین تمام مقالات فارسی رو، مقالاتی که به زبان فارسی درباره مسائل فرهنگی ایران نوشته شده، گردآوری کردن با مأخذی که هست. یعنی مثلا من اگر بخوام هر تحقیقی درباره هر چه که به فرهنگ ایران مربوطه انجام بدم، چقدر کار من آسونه. این کتاب رو میارم و میتونم فهرست مقالات رو و جایی که هست پیدا کنم. یعنی این کار هیچ سودی برای اون شخص نداشته، میدونی، چون اون شخص اینا رو خونده. این کار دست فرهنگ ایرانی رو بالا کشیده و این ایده ایران رو و اینکه اینها ایران رو پیش از سود شخصیشون گذاشتن، بزرگترین درسیه که من تا این لحظه که اینجا سر این سفره زیبا نشستم در زندگیم گرفتم. و متاسفانه هر ستن رو امسال جسمشون رو البته از دست دادیم، در من و در همه شاگردانشون ادامه خواهند داشت و من واقعا با خودم سر همین سفره این عهد رو دارم که اون چرا که ازشون آموختم در اون اندازه هایی که من میتونم حالا با نوشتن خودم ادامه بدم. جالب اینجاست که من با تجربه‌ای که دارم، پزشکی که میشناسم دوست ماست، ایشون وقتی به سفر به ایران میره، یکی از چیزایی که دلخوشی داشت این بود که بره با آقای ایرج افشار ملاقات کنه و در آخرین سفری که رفته بودن با هم دور ایران با هم گشته بودن. این دکتر رضا بناوی وقتی صحبت میکنه آدم میبینی که واقعا چقدر جالبه. یه نفر، خب آدم اونجا پدر داره، مادر داره، ولی یکی از دلخوشیاش این بود که بره با آقای افشار از نزدیک برن و در این سفر گشتم دور ایران رفت. دکتر بناوی از دوستداران فرهنگ و هنر و هنرمند و همه چیز، یعنی ایشون واقعا به نظر من یکی از ایرانیانی هستن که با تمام وجودشون عاشقانه ایران رو دوست دارن و کسانی که خدمتگزار به فرهنگ و هنر ما هستن. و ماندانا جان اشاره کردن که من کمکم، نه، من ممنون و سپاسگزار ماندانا هستم، چون نمیدونید چه عشقی به مادر من رسون و من هیچ وقت محبتایی که هر روز از سر کارش میمد هیچ وقت فراموش نمی کنم. و امروز هم فکر میکنم خانم سیهون اولین نوروزه که فیزیکی نیستن ولی بابا هستن و من با سپاسگزارم از ماندانای عزیز به خاطر محبتش. من هم تشکر میکنم از اینکه شما امکانات رو جور کردید برای بنده که آشنایی بیشتر پیدا کردم با ایشون و همچنین آقای مهندس سیهون. اون برنامه که همه تعریف میکنن شما بودید که کمک کردید که به اینجا در ابتدای برنامه گفته بید تهیه کرده خیلی خوب دونید باشید. نه واقعا شما این چیزی که به جای گذاشتین یک یادگار تاریخیه و چقدر مادرم اون روز سعی کردن که دردشون رو کنار بگذارن و شما چقدر آقای غریب افشار با تمام وجود تمام مدت سعی کردن که ایشون راحت باشن و من از شما حقیقتا تمام خانواده ما سپاسگزاریم که یک همچین گنجینه‌ای برای ما به یادگار گذاشتید. خیلی متشکرم. ببینید انسان‌هایی، ببخشید، انسان‌هایی مانند خانم سیهون یا دیگرانی که الان صحبتشون رو کردیم، اصولا خود آقای استاد که اینجا خوشبختانه حضور دارن، چقدر من خوشحالم که روز اول نوروز رو شما باید شرکت کنید. در افتخار منه روز اول سال رو من در حضور استاد شروع میکنم، حتما یک اتفاق خوبی میفته. این انسان ها به نظر من بخشی از خود فرهنگ سرزمین ما هستن، یعنی نه فقط بخشی از مردمان فرهنگی ما، بخشی از فرهنگ سرزمین ما میشن. یعنی مانند نوروز که هر سال در بازایی دمادمه، این انسان ها اصلا پایان ناپذیرن. یعنی الان ما اگر اونجا، من دیدم شاهنامه فردوسی رو شما گذاشتید، هیچ ما حضور یا عدم حضور شخص فردوسی رو برامون معنای حقیقتا نداره تا وقتی که شاهنامه هست، همچنان که تا وقتی که
نقاشی هست در کشور ما که چقدر هم پیشرفت کرد و نقاشی امروز، نقاشی مدرن وجود داره در کشور ما، نام خانم سیحون در کشور ما هست و این ربطی به بودنشون و نبودنشون نداره. یعنی بخشی از زندگی این انسان‌ها در واقع داره روی میده بدون اینکه خودشون حضور فیزیکی داشته باشن. در واقع هر سه تن این اشخاصی که نام بردیم، یک چیز دیگه که من الان به نظرم میرسه، واقعا میخواستند که اون نوگری، اون مدرنیته به اون معنای واقعی رو وارد کشور ما کنن در گستره کار خودشون، حالا در گستره نقاشی، روزنامه نگاری، تاریخ پژوهی، یعنی میخواستند که کشور رو برسونن به بالاترین سطح انسانی که در هر زمانی وجود داشته و این واقعا وظیفه هر نسله. حالا در هر نسل چند تن پیدا میشن که بار همه رو از زمین بر میدارن و به دوش میکشن و واقعا من مرهونشون هستم. در صورت من فکر میکنم اینجا به جاست، چون یک موسیقی میخوایم پخش کنیم که شما اون موسیقی رو زنده روی صحنه دیدید در رویز هال UCLA، تالا پخش نشده و این کار در آقای فرزین فرهادی تنظیم کردن و خانم زویا ثابت برای تولد رضابدی این کار رو در رویز هال UCLA اجرا کردن. با هم ببینیم، برگردیم و بیشتر صحبت کنیم. تمنام بچه ما زیده تالا پخش نه. دکمه ماه و با کن پیرهن شب رو در رو تن صبح و بوسته نشون آفتاب بذار با عصب باد بهار رو بیار به آشیونه چار بد نور و بردار اگی سوی شبونه
بله در آخر ایشون میگه هپی برثدی رضا. بله دید جالبه که ما سال گذشته همونطور که صحبت شد تولد استاد داشتیم در موزه، خیلی باشکوه و چقدر زیبا بود که اشخاص از جاهای مختلف اومده بودن و یه جوانی بود ویولون میزد، چقدر خوب میزد، یه جوان و 13 سال چقدر عالی. حالا ببینید کار ما رو سخت میکنه چون صدومین ساله که میخواییم بگیریم باید چه برنامه ایم و جور میکنیم. حالا باید ما برنامه ریزی کنیم. فراز سلطانی این پسر 13 ساله که واقعا به نظر همه یعنی میگن نابغه هم پژمان حدادی که خودش استاد سازهای کوبه‌ایه به من میگفت یعنی این بچه از این سازا چی داره میکشه بیرون. میگفت این نابغه است. ببینید اینجور کارا خوبه، همون که اونجا مثلا در اون برنامه شرکت کرد، اینجا در اون برنامه تولد رضا بدی فقط 2 تا کار زویا خوند. بعد از اون چند نفر دعوت کردن برای برنامه ها، میگه که من نمیخونم، میگه که با چرا اونجا خوندی، میگه با رضا بدی دعوت کردن 2 تا کار فقط من اونجا بعدم اینا کارا آدم از قلبش میکنه اونجا درسته. که کسی قرارداد نداشته درسته. که این کارو بکنه. من میخواستم از خانم دکتر زندیان، چون تا هفته آینده ما روز ویژه نداریم، هفته آیت نه، هفته بعد از اون سیزده بدن، نه برای سیزده بدن، سیزده بدن رو ما به اون صورت جشن میگیریم که نه. ولی غریب افشار هم پشتکارشون خیلی زیاده، انسان های موفق همینطوری، یعنی برنامه‌هاشون عالی، یک جوری به آدم میگن که آدم اصلا یعنی امکان نیست که بگی نه. فقط خیلی فنان. از حالا به شما از حالا میگم، شما 3 ماه پیش تشریف داشتید، الان هستید، 6 ماه بعد در جشن مهرگان شرکت بکنید. من که همیشه در خدمتتون هستم. بزرگوار نمیگم جشن مهرگان. ولی منظورم اینه که آقای غریب افشار برای اینکه مطمئنن من میگم بله، وقتی که محبت کردن تلفن زدن گفتن که یک برنامه ویژه نوروز هست و من از استاد سیحون خواهش کردم بیان. طبیعتاً در صورت من خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و خانم مریم خانم و استاد هستیم امشب. و رضا هم که تلفنی، یعنی گیواب نمیکنم، یعنی اون چون اونجا هواپیما ناراحتی هست فلان هست، بالاخره پیداش میکنیم، تلفن میکنیم و میریم. خب شعر نوروزی بود مال سال گذشته که با خانم امید که من گفتم جایی باید برم، گفتن شماره تلفن میزبانتون. یعنی در خواهش میکنم میگم آیا یه برنامه که همه جای جهان پخش میشه، آیا آدم میخواد شما الان نیم ساعت دیرتر برید اونجا؟ یا من میدونم استاد شما پسرخاله‌شون و خانومشون یه شیرینی میل میفرمایید استاد. ایشون نگران پسرخاله عزیز و خانومشون هست. پسرخاله‌شون من میخواد زنگ بزنم. من دارم صحبت 9 سال 10 سال دیگر میکنم که برادری، ولی شما صحبت یه نیم ساعت دیگر میکنید. از سال دیگه اون وقت ویولونیست 13 ساله از کجا گیر بیاریم؟ 23 ساله شده اونو موقع. ولی آقای غریب افشار واقعا همونطور که پدر گفتم که کار خودشون رو با عشق میکنن، ایشون هم در رشته خودشون چون با عشق انجام میدن همیشه موفق هست برنامه. خیلی ممنون و شکر خانم زندیان. خب نمیشه از شما که در سر سفره هفتین هستیم تقاضا نکنم که یه شعری مربوط، شعر خودتون، شعر کس دیگه، شعر همسایه، شعر مربوط به بار آوردم با خودم هم یک قطعه شعر. چشم، قبل از اینکه رو بخونم، همه دورم هم هستیم سر این سفره زیبا، یادی هم بکنیم از زندانیان سیاسی که متاسفانه نتونستن نوروز رو با خانواده هاشون باشن، از کشته شدگانی که در 2 سال گذشته به خاطر همه ما به خیابان‌ها رفتند و آرزو می‌کنم که سال بهتری برای همه ما باشه، سال روشن‌تری برای کشور ایران، ملت ایران باشه و برای حریفان ما هم کمی خردمندی و رواداری بیشتر. واقعا برای اونها هم آرزوی خوب می‌کنم، امیدوارم انسان‌های بهتری بشن. و
قبل از اینکه شعر خودم رو بخونم، حافظ که همیشه سر سفره هفت‌سین با همه ما هست میفرماید که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا من رسد به جانان یا جان به تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. ما حتما بیشماریم و حتما پیروز میشیم. سبز میشود صدای لحظه و سر میخورد نگاه آینه بر سیب و سبزه و سنبل که جوانه میزند هر بهار بر بیقراری نوروز. چرخ میزند ماهی قرمز در بلور واژه و قد میکشد اشک و بوسه و لبخند در آغوش حرف و نگاه. سال تحویل میشود و هفت آسمان پرنده میتراود از بامهای شهر من که خانه تکانی را از نگاهش آغاز کرده است. اینجا ایران است. 104 بهار امید آزادی. ما 104مین سال گرد جنبش مشروطه رو به زودی جشن خواهیم گرفت و به امید اینکه به نتیجه برسیم که حتما میرسیم. من یه سوالی دارم از شما دوتا خانم مبارز. اینو با زنده یاد خانم معصومه سیحون در میون گذاشتیم که ایشون میدونید در برنامه صحبت میکردن با اینکه میخواستن برن ایران، ولی حرف دلشون رو زدن در برنامه. میخواستم سوال، یه سوال این بود که چون الان طبقه تحصیل کرده خانوم ها در ایران خیلی زیاده، اکثر کارها دست خانوم هاست و چطور میشه که مثلا یک بار تصمیم بگیرن مثلا تو خیابون همه ماشینا رو خاموش کنن؟ بعد یه کارهایی به این صورت، من نه اینکه بارها گفتم تعیین تکلیف نمی کنم، جاشم نیست، این وظیفه‌ام ندارم، نمیتونم، ما فقط خبررسانیه. فقط داشتم سوال میکردم که با ایشون سوال کردم این بود که چطور میشه مثلا اگر یک بار خانم ها یه روز بگن ما نمیریم سر کار، فلج میشه مملکت. یعنی من میگم واقعا چی کار میشه کرد؟ چون میدونید میگم خانم ها که اینقدر بد شده بهشون، اینقدر اذیت شدن، اینقدر با اینکه یه سرگردن از آقایون جلوترن اکثرشون، و چرا باید حقوقشون نصف باشه؟ چرا باید بگن دوتا خانم یا آقا؟ و چرا یک کار به این صورت انجام نمیشه؟ از سال 1978 تا به سون 1978 دیگه هیچ وقت ایران نبودم. بله. نمیتونم بگم که جو داخلی چطوری دقیقا، چون میدونیم چیزایی که ما از خارج میبینیم یا به قول معروف ما نمیتونیم نسخه بپیچیم مگر اینکه در خود اون محل حضور داشته باشیم. و من فکر میکنم که دلایلی که وجود داره حتما دلایل اینه که دست خالی انسان ها باشن هستن، و شاید منظورم پول نیست، شاید یک کمک هایی هستش که وجود نداره که اونها بتونن کاری انجام بدن. وگرنه اگه شما دقت کنین در همه جوانب خانوم ها همه جا جلو بودن، حتی جاهایی شده که مثلا مردا رو نجات دادن اگه قرار بوده اتفاقی براشون بیفته، همه اینا رو خب ما میبینیم. ولی خب به احتمال قوی اگر که مثلا ما خانوما دستمون خالی باشه و در مقابل مثلا گلوله قرار بگیریم، خب یه مقداری میشه گفت که در اون موقع دیگه قدرتمون شاید اصلا به صفر برسه. من نمیتونم بگم دلیلش چیه یا چه اتفاقاتی میفته، چون تا اونجا نرفته باشم، ندیده باشم و حضور نداشته باشم نمیتونم قضاوت کنم. ولی همینطوری که نگاه میکنم فکر میکنم یک دلیل اصلیش دست خالی بودنه این خانوم ها هستش و جوانان دیگر. نه مقصد اینه که من اینجا ببینم شما هر کاری اینجا به شما سپردن، میدونم چند کار بوده، در وقتی شما
در دست گرفتید کار بسیار خوب انجام دادید. دیدم و در کارهای مختلف الان نمیخوام یکی ببینم چی شده. یعنی یه همچین قدرتی هست در میون خانم‌ها. ببینید یه دلیل اگر شما یه سری کارهای منو دیدین که میگین قدرت چرا؟ من قدرتم در اینه که اولا صراحت بیان دارم که خیلی دوست ندارن، چون خیلی دوست دارن که مجیزشون گفته بشه و من اصلا مجیز نمیگم. بعد دومی که من وقتی کاری به عهده میگیرم دیگه فکر نمی کنم که خاله یا عمه یا داییم باید کاری رو انجام بدن. اون کاری که به دست میگیرم با اونها هم همون رفتاری میکنم که با غریبه میکنم. یعنی اگه قرار باشه مثلا در برنامه استاد سیحون پدرم اگه قرار بود همه یک مدارک و یک چیزهای کارهایی رو بیارم بدن، اگه پسر خود من هم که یه قطعه موسیقی ساخته بود برای پدرم اگه نمیداد از برنامه بیرون میرفت، چون اون موقع دیگه فکر نمیکردم که اون آقا پسر منه، فکر میکردم که اون آقا کسیست که باید یکی از برنامه، یکی از بخشی از برنامه است و اگه درست انجام نده باید بره بیرون تا برنامه به بهترین وجه انجام بشه. من فکر میکنم که ما ایرانیان دو عیب بزرگ داریم، این نظر منه. یکی این که جرأت صراحت بیان نداریم، یعنی اون چیزی که تو دلمونه جرأت نمی کنیم بیان کنیم، این بزرگترین عیب ماست. و دوم این که اجازه میدیم که کسی اگر زور میگه ما تمکین کنیم به دلیل همونی که جرأت نداریم که بیان کنیم. مثلا یه مثال زدیم، مادر من همیشه در همه جوانب، چه در گذشته چه در زمان حال، با این اتفاقاتی که افتاده همیشه حرفشون رو زدن. بله. و ایستادگی کردن. شاید اون کسی هم، هر کسی که میخواد باشه، اگر زور بگه شاید اون شخص هم در مقابل اونی که زور رو نمیپذیره یک مقداری کوتاه بیاد. بله. این یک دلیل اصلیه و ما باید یاد بگیریم که هم این رو یاد بگیریم و انجام بدیم، همینی که یاد بگیریم که ما این کار رو به دست میگیریم وسطش پارتی بازی و بیراه رفتن و این چیزا نباشه تا کارمون بتونه به خوبی انجام بشه. میدونی؟ شما قاضی خوبی هم میشه. بله خانم. نه من موافقم با صحبت مریم جون. و ببینید به نظر من خب خیلی از روز اول این جنبش صف خیلی درگیر جریان بودم و چون دوستان جوانی دارم داخل کشور که فعالن، هم به طور مبارزان سیاسی هستن هم کار روزنامه نگاری میکنن، واقعا درگیر این مبارزه هستم بودم تمام این دو سال. اینکه چرا هنوز کار به اونجا نرسیده که مثلا اونجور که شما میفرمایید مثلا خانم ها یک روز بگن ما بیایم این کار رو بکنیم، مریم جون همونطور که میگه ما داریم با یک سیستم بسیار خشن و غیر انسانی مبارزه میکنیم. برای این سیستم خشن بسیار ساده است که اگر من هم مانند اونها رفتار کنم منو سرکوب کنه. یعنی اگر ما مانند کسانی که به اصطلاح کوشندگان دوران انقلاب اسلامی مثلا شیوه مبارزمون این بود که بریم بانک رو آتیش بزنیم یا مثلا وسط خیابون شیشه بشکنیم، برخورد با چنین مبارزه‌ای برای اون نظام بسیار ساده است، خیلی هم راحت میتونه ثمر سرکوب کنه، چون هیچ حتی حاله‌ای از انسانیت و میهندوستی ندارن. یعنی برای اینکه باقی بمونن حاضرن، به نظر من فکر میکنم، کشور ایران رو تا هر جا که ممکنه پایین بکشن و خراب کنن فقط برای اینکه دو روز بیشتر اینها حکومت کنن. بله. ولی در نتیجه مبارزه اصلا به شیوه دیگری پیش رفت، مبارزه به این شکل پیش رفت که تبدیل بشه به یک مبارزه مدنی، که ما این سیستم رو نه فقط، خب الان ما به هر حال در نهایت مجبوریم پایه‌های نظامی و امنیتی و سیستم رو فرو بریزیم، ولی یک نظام فقط هم بر پایه‌های نظامی امنیتی که استوار نیست، پایه‌های فرهنگی داره، اقتصادی داره، حتی دینی داره، اینها واقعا فرو ریخته. یعنی حتی مسئله دین اصلا خودشون، مسئله اقتصاد رو که خوشبختانه خودشون به جایی کشیدن که احتیاجی نیست ما کاری بکنیم با بی تدبیری هایی که دارن، مسئله فرهنگی، مسئله دینی، همون پیش بودن زن ایرانی در جلوی این مبارزه همینجور که مریم جون میگه، اتفاقا به نظر من روحیه مبارزه رو بسیار زنده و مراقب و انسانی نگه داشته و حتما هم میرسه، من فکر میکنم. بله. به اون جایی که شما میگین که به نافرمانی های مدنی هم بکشه و این مسائل هم پیش بیاد. ولی درست میگه مریم جون، ما با یک
سیستمی روبرو هستیم که هیچ پرهیزی نداره، یعنی مانند زمان گذشته نیست که مثلا یک روز بیان بگن ما شنیدیم که شما این رو نمیخواین و ما نمیخواین به کشور یا به مردم ما آسیب برسه، برای اینکه کشور ایران و ملت ایران اصلا معنایی در ذهنیت اون نظام نداره. بله، البته من عقیدم اینه که همیشه هم عقیدم بوده، میبینیم تمام کشورهای پیشرفته جهان دین رو از حکومت جدا کردن، separation of church and state، باید 100% دین از حکومت جدا بشه و تا این نشه، این یعنی اولین قدمی که باید برداشته بشه، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه، هر جوری بخواد عبادت بکنه، باید 100% دین از حکومت جدا بشه، بعد میشه راهای دیگه پیدا کرد. خانم زندیان، ما در 36 سال پیش برنامه در وطن عزیزمون ضبط کردیم که زنده یاد خواهیده، نوروز آمد و برای ما خوندن و این کار بسیار زیبا رو آقای انوشیروان روحانی ساخته بودن و خانم هما میرافشار ترانش رو ساختن و یه برنامه نوروزی 37 سال پیشه که خوشبختانه اینجا ما در دست داریم، اینو پخش میکنیم و برمیگردیم و بیشتر صحبت میکنیم. تمنا میکنم.
بله یادش بخیر، 36 سال پیش در استودیوی شماره 11 تلویزیون ملی ایران ضبط کردیم. یادم نمیره که این برنامه رو من ضبط کردم با آقای روحانی، کاری آقای روحانی بود با خواننده های عزیز وطنمون. بعد من اومدم به آمریکا در اون سال برای دانشجویان ایرانی در اینجا برنامه های نوروزی تهیه دیده بودیم. استاد من صحبت 36-7 سال پیش میکنم، در اون موقع من خدمت استاد عبادی رسیده بودم، یعنی یکی از اشخاصی که من تا وقت میشد در استودیو میدیدم ایشون داره کار میکنه برای ضبطی آماده میشه، میرفتم سوال میکردم. دوستان دیگه میدونن که شما نه تنها کار آرشیتکت خیلی خوب هستید، طراح هستید، نمدمالی رو مد کردید و کلاف خط رو اصلا شما به وجود آوردید، نمیدونه شما در آن موسیقی هم خیلی واردید. شما با استاد عبادی خودتون کار کردید، کار موسیقی کردید؟ کار موسیقی نکردم. بله اصلا. بله ولی گوش میدادید به کار ایشون؟ بله گوش میکردید به مفصل. بله واقعا لذت میبرد. بله که ایشون هم با یک عشق مفرطی این پنجش کار میکرد. بله و آنچه که در وجودش، در دلش، در قلبش جوش میزد اینو منعکس میکرد روی ستارش. ولی هنر یه جور مربوطه دیگه. شما ایشون بعد پدر بزرگتون، مادرتون، اینا همه به هم دیگه کمک میکنه به هم. که شخص حالا ممکنه شما در رشته موسیقی نرفتید، یه رشته دیگه رفتید. ارثی بردم از اینها. بله. موسیقی اینها. بله. میدونید که موسیقی ایرانی به خصوص در اون زمانهایی که اینها کاره شدن موسیقی نوشتاری نبود. بله یعنی نوت. بله. نبود اصلا، اصلا نمیشتاختن. بله بله. و سینه به سینه به هم یاد میدادن کارشون و این یک خیلی سیستم جالبیه که فقط احساس همون موقع تحویل بدن به شاگرد. نه تنها این، در جلسات هم که قرار بود قطعی نواخته بشه باز حالت فیلمداخه بود. بله یعنی شما فکر کنید که همین استاد عبادی رو من بارها شنیدم که مثلا در دستگاه شور یه چیزی در یه جلسه ای می نواخته و می زده، همون دستکار رو، شور رو در یه جلسه دیگه همون قطعه رو به شکل اولی نمی زد، تغییر می داد. یعنی یا اون حال هوایی که داشت فعل بداهه عوض می شد. بله. یعنی نسبت به اون لحظه ای که اجرا می خواست بشه این اون احساس اون لحظه رو پیاده می کرد در حقیقت روی سازش. چیزی که من ارث بردم از این حضرات این فیلم، این بداهه نوازی رو در حقیقت من بداهه نگاری کردم روی کلاف خط. کلاف خط. بله بله. شما شاید شاهدش بودین. بله. که وقتی که کلاف خط رو من کار میکنم روش اصلا طرح قبلی نداره. بله هیچ. میدونم احساسی است که همون آن به وجود میاد و همون آن هم میره روی کاغذ. و جالبه که دو سال پیش شما کلاف خط یه نمونه کشیدید که من قاب کردم در منزل دارم. چطور دستتون اون لرزش نداره؟ نمیگم خدا نکرده، میدونی آخه اینجا من ببینم بعضی از سنشون از 60 سال میگذره دستشون لرزش پیدا میکنه. شما این آخه انقدر این ظریفه، انقدر راحت میرفتید خطا رو، همینجور روان میرفتید. واقعا آدم ارزش ندارم. نه میگم اصلا لذت داره دیدن اصلا کار شما، نگاه کردن به کار استاد مخصوصا کلاف خط که من دیدم شخصا اصلا لذت داره. خودش برای من یه انترتینمنته، یه میدونین واقعا. و شما میدونین که مادر ایشون و خالهشون استادای استاد عبادی بودن. بله بله میتونم. بله. یعنی در زمانی که خانوما اصلا حق نواختن نداشتن. بله. این دو زن شیرزن. بله. می نواختن و عالی می نواختن. بله. در شاید. بله. این میگم حالا هر کسی
یه چیز بگم برای من نگاه کردن همونجوری که لذت بردم در چند دقیقه این کار انجام دادید و واقعا زیبا بود این کار کلاف خرد. در صورت خیلی ممنون، متشکر. بنده تشکر میکنم از شما. خیلی ممنونم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، من روز شماری میکنم برای صدومین سال و یه برنامه باشکوهی. فکر نکنید حالا میگم منتظر میشم در برنامه مختلف در اینجا در خدمت دو خواهم بود تا صدومین سال برسه و همه با هم، شما و خانم زندیان و ما و در ضمن خانم زویا ثابت، یه برنامه صدومین سال صد درصد این کار رو باید صد درصد این کار رو باید بکن. شما هم خانم میدونم یه موقع زنگ زدم خدمت خانم دکتر زندیان، یه برنامه دیدم راجع به ژنتیک بود، خیلی به قولی آذربایجانی فسینیتد شدم با اون که چه جالبه. سوال داشتم، گفتم حتما باید بیام در تلویزیون درباره صحبت کنیم که بقیه هم بدونن که این کار چی هست. و شما هنوز ادامه دارید؟ بله، من همچنان کار میکنم، کلا کار آکادمیک و پژوهشی میکنم درباره به عنوان کار علمیم، برای اینکه بتونم کارهای دیگر رو کنارش انجام بدم. یعنی واقعا کار نوشتن و خوندن اصل زندگی منه. بله. ولی چون آدم مجبوره یه شغل هم داشته باشه آخر ماه از پس قبض ها و چک ها بر بیاد، و البته خیلی هم خوشحالم چون استقلال قلمم رو حفظ میکنه. و من خیلی خوشحالم که شما در کار انرژی هسته‌ای تحقیق نمی‌کنید. اصلا من از انرژی هسته‌ای بیزارم، یعنی برای همینطور. هر چیزش ها، یعنی حتی و الان دیدیم که در ژاپن به این صورت شده، هر کار که به بهتریم خیلی تمیز خیلی پاک کار میکنن به این صورت شده. و من شخصا نه اون کار نه با کار باروت و این چیزا هم علاقه من نیستم. من حتی وقتی دیدم الان موضوع قذافی رو بگم در لیبی، من ناراحتی من اینه که من ناراحتم از اینکه دارن اونجا موشک میندازن، یه عده آدمای بیگناه هستن میرن. به نظر من این بزرگان، این دولت‌های بزرگ اروپا و آمریکا، پیش از اینکه این کارو میکردن باید یه دیوانه است این شخص، باید یه کار اساسی در زمان گذشته، در گذشته وقتی موضوع هواپیمای پنم پیش اومد، باید یه فکری درباره این دیوانه میکردن. من نمیگم اونم وردارن شق شق کنن، اون باید بشن دیوانه خانه. خدا شاهده این شما فکر کنید که من اولین بار میبینم تمام جهان، حتی اتحادیه عرب ها، اونا مخالفن، همه با یه همچی شخصی مخالفن و این شخص سر داره کاراش انجام میده. و من میگم که من حتی مخالف الان کاری هستم که داره میشه، چون من با جنگ مخالفم، با توپ و تانک و تفنگ مخالفم. من میگم باید با دیوانه رو باید ببرم اندازم تیمارستان. آخه اصلا چرا انسان ها به جنگ هم و غم و وقتشون رو بذارن برای جنگ؟ چرا نمیرن برای صلح این همه زحمت؟ بابا تحقیق کنید درباره ژنتیک، ببینید چه کارها شده. خانم تو رو خدا باید یه برنامه مخصوص داشته باشیم. ژنتیک اصلا معجزه امروزه که چه کارهایی شده، و باید حتما بیایم با مردم آشنا بشن و شاید جوانترها آشنا بشن که برن تو این رشته بیشتر ما تحقیق بکنن در باره ژنتیک تا چیزای دیگه. در صورت من خیلی ممنونم از شما که امشب در خدمتون بودیم. استاد همینطور، خانم مریم خانم، شما همیشه شما چهار تا هوادار مثل خانم مریم خانم داشته باشی میدونید جهان رو فتح کنید. نه من هوادار بی خودی نیستم، خودتون میدونید. نه واقعا یک کسی که زحمت میکشه، اصلا من نمیدونم بعض وقتا چجوری، مثل خود من که واقعا در یه نوع دیگه ما 24 ساعت روز برامون کافی نیست واقعا. و سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم یه کار مثبت، به جای اینکه بشیم کارهای منفی بافی کنیم، میشیم سعی میکنیم کارهای مثبت انجام بدیم. حالا خوب یا بدش رو نمیدونم. نه درست میگن مریم، چون واقعا اینقدر زندگی به نظر من با ارزشه، و با همه این مسائلی که هست آدم ناراحت میشه میبینه دور دنیا چه مسائلی، در کشور خودمون از همه بدتر، ولی هنوز به نظر من ظرفیت زیبایی های زندگی به اندازه زیاده، ظرفیت کارهای مانند آنچه که استاد انجام میده.
به اندازه‌ای در زندگی زیاده که این همیشه این امید وجود داره که آدم میتونه کار خوب بکنه. همین نوروز ما برای من یک نمادی از شکست ناپذیری زندگیه. یعنی همیشه زندگی بر اون خواب رفتگی زمستان هر سال چیره میشه و هیچ وقت خسته نمیشه. ما هم همینطوریم، سعی میکنیم همونجور که مریم جان میگن کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم، با اینکه هر دومون هم فرزند داریم، هم شغل دیگه داریم، هم مسئولیت داریم، مسئولیت‌های روزانه زندگی رو خب همه دارن، ولی اون وقتی که میمونه رو باور کنید با به اصطلاح معمولش با چنگ و دندان جور میکنیم که بتونیم کاری که دوست داریم رو انجام بدیم. همونطوری گفتن در سال 57 آخرین برنامه نوروزی ما در وطن عزیزمون بود. بعد به آمریکا که اومدیم من همش دنبال این بودم که باید زنده نگه داریم و درباره نوروز انقدر کوشش کردن که بالاخره سازمان ملل یونسکو به رسمیت شناخته، الان تمام جهان نوروز قبول میکنن، هویتمونه. بله، در صورت همین کارها اصلا بهترین قشنگترین مبارزه سیاسی اینه. مبارزه سیاسی ناسزا گفتن که نیست، چه فایده داره؟ من همیشه میگم ما نمیتونیم با کسی که مبارزه میکنیم، یعنی با ذهنیتی که مبارزه میکنیم، خودمون هم مانند او بشیم. اگر ما دوست نداریم زبان اونها رو، برخورد اونها رو، خشونت اونها رو، خودمون هم که نمیتونیم مانند اونها بشیم. پس اصلا نفس مبارزه زیر سوال میره. مبارزه ما اینه، این زیبا، متمدن، قشنگ، پر از زندگی و همین که کنار هم نشستیم و ارزش فرهنگ ایرانی رو میدونیم. خیلی ممنونم از شما و اجازه بفرمایید که با شما خداحافظی کنم و از دوستان عزیز خواهش کنم که یک کار بسیار زیبایی داریم این موقع الان صبح در وطن عزیزمون، صبح بهاری، که کار بسیار زیبای آقای انوشان روحانی و ترانه تورج نگهبان بین در برنامه نوروزی خانم زویا ثابت خوندن، صبح بهاری توجه میکنیم و با شما خدا نگه. خداحافظ. Show the ocean.
بله خدمتتون عرض کنم که خانم ها و استاد سیحون تشریف بردن و بهشون گفتم که اگر شیرینی میل نفرمودید که اشتهاتون رو ممکنه بگیره، الان میخواید برید سبزی پلو بخورید، میتونید با خودتون ببرید. مخصوصا این شیرینی هایی که از جای مختلف اومده، ولی یه شیرینی هایی هست که من نگاه کرده دارم شیرینی بهشتیه. بهشتی رو نمیدونم حالا این مربوط به کدوم بهشتیه، علیرضا بهشتی که در ایرانه، البته یه بهشتی مرحوم شده، یه بهشتی هم که علیرضا بهشتی در ایرانه، یه علیرضا بهشتی هم اینجاست که ستاره رادیو 670 من میبینم که برنامه داره در اونجا. در صورت این شیرینی ها رو آقای پرویز خان گفتش که حتما شامل بفرمایید. آقای پرویز خان هوای ما رو داره، هم در شب یلدا هم امشب هوای بنده رو داره. خدمتتون بگم که این آهنگ هایی که خانم زویا ثابت خوندن، همون کار قبلی، همینا رو به طور زنده در استودیو دیگه، در چیز بود، رویز هال بود، اینم که در استودیو کارل اجرا بود. یه برنامه دیگه ما داشتیم که و آقای نوجوکی کمک کرده بود در این کار آخری، آقای نوجوکی تنظیم کننده بود، آهنگساز بود و خدا حفظش کنه همیشه با ما کار میکرد و همیشه هم کارا خوب در میمد. سالی که هنرمندان عزیز ما از ایران اومده بودن، از خطه آذربایجان، اومدن به استودیو و گفتن که یه برنامه‌ای داشتیم به طور زنده اجرا میشد، گفتیم که اینو اجازه بدید یه کاری خانم زویا داره به گیلکی، گفتن که گیلکی که خانم زویاست، با این تعدادمون در بیشتر با آذربایجانی هستیم. گفتم خب یعنی چی؟ گفتن نه، اگه بخواد یه دونه گیلکی بخونه باید یه دونه آذربایجانی بخونه بعد بتونه گیلکی بخونه. گفتم والا خب اینا مثلا الان وضعیت الان میدونید دیگه. واقعا براتون بگم این چند روز من دیدم برنامه تلویزیون آذربایجان و جمهوری آذربایجان برنامه مفصل برای نوروز داشتن، خیلی مفصل، و به این اکتفا نکردن، حتی به آقای اوباما گفتن که شما فراموش کردید به آذربایجان، ترکیه تبریک بگید. به همین جهت هفته آینده برنامه‌ای مختلف در قسمت شرق آمریکا دارن و برنامه‌هایی دارن که من هفته آینده درباره‌اش صحبت خواهم کرد که حتی چیزو در لینکن سنتر برنامه گرفتن. در صورت گفتن باشه ما به پیشواز میریم. یه کاری گفتن ما می‌نوازیم و خانم زویا بخونه، اگه خوب از وقتش برآمد ما یه کاری گیرکی می‌کنیم. گفتیم ورگسین گردش خانسنه هانکینه کنیم. داده داشتم دره دهید علم دوباره دهید داشتم ده. اینه خواهش کنم توجه کنید. بعد حالا واقعا جالب این کار، دوستان ما از گروه آراز و خانم زویا. شاتم نرا دایدی علم دوورا دایدی دلی ما خون تو نداری دنیا را دایدی دلی ما خون تو نداری دنیا را دایدی
در گذشته دیدم یک کسی که خودش آذری نیست، چون خانم زویا اهل گیلانه ولی آذری هم صحبت نمیکنه، ولی گوشش تیزه، خب میگیره، علاقمند هم هست به موسیقی آذری و خیلی هم خوب انجام داد و جالب معمولا اینا رو ضبط میکنن. زنده کسی جرأت نمیکنه بره بخونه به یک زبون دیگه، یه موسیقی دیگه. ولی برای خاطر اینکه کاکوله کار گیلانیه بخونه، گفت اون بخونم، با هم دیگه قرار گذاشتن و کاکوله رو هم خوند و دوستان آذری ما نواختن. و این برای اینکه همه جای ایران سرای من است، واقعا آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان، اصفهان، شیراز، بلوچستان، خراسان، اهواز، هممون ایرانی هستیم و همه جای ایران سرای من است. خواهش میکنم کاکولرم ببینیم و با شما خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. عید شما مبارک. مشکانه بیدی چقدر جوانه کاکوله، کاکوله سرخی لاله که جلمانه کاکوله، شو چی ماره بگو یا چی خستگاره کاکوله، مره بعده بده بی امسال بهاره کاکوله، کاکوله احمر بخنا با من تر زنم سال حبیب میدم سال ککولی نکن مر بخنا با من تر زنم سال